شراب ما رو سرکه کردم. شراب رو بذارید، ما شرابی که گذاشتم دو تا شین داره، چون هم شرابه هم شراب شیرازه. شیراز خمره هاشون توی آینه اوستا نوشتم، کشف کردن قبل انقلاب. نیویورک تایمز نوشت که 7000 سال پیش ما شراب می‌ساختیم. شیرینی شکلات شیر اون لیوان دیگه شربته و شمشیر. میبینین شمشیر رو یا نمیبینید؟ شمشیر رو میبینید یا نه؟ اینم از همین کارهای عباس قادری رو که بیچاره اذیت کرده. یک جده آدم های بی سواده که اصلا سواد نداره بنویسه. حالا بله ما افلاطون هم شده میخواد ما درس داره. آقا این پرچم شیر و خورشید، این شمشیر چیه گذاشتیم؟ باید وردارین شمشیر شده. بعد بخت تو ایران اگه 7700 سال که سهله، هزاران سال مونده به خاطر شمشیرشه، به خاطر اقتدارشه، به خاطر قدرتشه. قدرت یعنی شمشیر. امروز حالا چیز دیگه است، نشانه قدرت دادن دست شیر. یعنی ملت ایران شیره و این شیر همیشه شمشیر به دسته. گول حرفای اینا رو نخورید. پرویز صیاد یک کتابی داره به نام خر. خر و همه جا هم رفت پاریس مهمان من بود اون سالا. من خیلی تقویتش کردم همه کاراشو توی اروپا از بچه هم خواستم اومدم آوردیم شدم تقویتش کردم راستم اول. برنامهش تموم شد که نمایش خرش. بعد کتابشو میفروخت در اونجا، خودش میفروخته که میفروخت. بعد میادم داده این امضا میکرد، یارویی که خریده بود اونجا که تو دستش بود گفت آقای صیاد میسود برای ما هم یه امضایی بکنید. بعد هم گرفت امضاش میخواستیم، گفت آقای صیاد این نویسندش کیه؟ حالا صیاد یک نگاهی به این کرد و بعد امضا که کرد نوشت پرویز صیاد نویسنده خر. داد بهش. من هم باید سلام دیدن میشه بخیر میدونست الان سینماش. یارو گرفت خون آقای صیاد ببخشین چرا توهین میکنین به خودتون؟ چرا به خودتون توهین میکنین؟ آخه شما خر نیستین.